معمولیت دارند که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت, خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده ببوری شورای محسن را ببین از شهادت شاخه نوری بچین رفت تا پاس حرم دارد به جان جان دهد در سرزمین دیگران آتش جان و دلش خاموش شد با شکوه مرگ هم آغوش شد در خرابات مغان معوا گرفت رخ سوی آن خاک ناپیدا گرفت هم به نامش این دکان نورانی است نورباران در شب ایرانی است علی رضا نوریزاده جمعه 29 سپتامبر هفتم مهر ماه به شما سلام میکنم من هم مثل شما از شهادت محسنه حججی اندوکین شدم ولی فقط یک لحظه یک لحظه فکر میکنم به اون پسر کوچکش که لباس رزمم تنش کرده بودن به همسر جوانش محسن چرا باید کشته میشد یه مرتی که قلتش و دیوان آدمکش بعثی ضد خدا سر حکومتش باقی بمونه اینا همه دکونه که بهتون میگن این که ما رفتیم اونجا که داعش تو های تهران نباشه کلکه دروغه دست اینا با داعش در یک کاس هست جاهایی که لازم باشه داعش رفیقشونه القاعده دوستشونه همین اخیرا سندای 911 ایلوین در اومده قصه اینا با القاعده خیلی ریشه داره یادم از اولین باری که من یه مقاله نوشتم سال نود و 899 راجع به ارتباط که آقای دکتر ایمن و زواهری داره با محمد باقر سردار که اونجا رفته بود به سودان محمد باقر زلقدر زلقدری که خب مقامات متعدد داشته میدونید زلقدر ریشه در آفریقا داره جد بزرگ او یا جد دیرتر و دورترش از سیاهانی بوده که اوردن به ایران جز بردگان فروختن در جنوب مستقر شده بعد حالا ازدواج کرده با زن سپیدی یا بعدن ازدواج کردن به هر حال نیمه رنگ شده و یه بحانه که اونا داشتن که سردار زلغت دنبال ریشش در آفریقا میگرده میگفتن با مزه میخدم مسخری میکرده آقای زلغت در مزارع نمونهی که دولت سودان همین دولت آقای بشیر که حالا دشمنه جمهوری اسلامی داره در اختیار اسامه بن لادن گذاشته بود اسامه آمده بود به اونجا در این مزاره افرادی رو از سرزمین های عربی و آفریقایی جذب میکردند، آموزش نظامی میدادن تبدیلشون میکردن به بمب های ساعت شمار بعد پسشون میفرستادن آقای زواهری ایمن و زواهری که در ماجرای ترور پرزیدنت سادات خودش و برادرش دستگیر شدن و خود ایشون سه سال در زندان بود در واقع او بود که بن لادن و با معرفت الله آشنا کرد و در سودانی معرفت الله رو معرفت الله ایرانی با معرفت الله مصری و مال سعودی قاطی شد اینجا با هم بن لادن و زواهری و و یه معرفت اللهی ساخت که اصلا جانانه بود یعنی یه دفعه یک سفارتخونه خونه رو منفجر میکرد 400 نفر دیکه پاره میشدن معرفت الله در جای مختلف دی. مثلا در لبنان هر بار معرفت الله یه جمع بزرگی رو به خاک و خون کشید رفیق حریری رو میخواستن بکشن ده نفرم همراه او کشته میشدن و از این و معرفت الله رو زیادی ارتباط رژیم با داعش ارتباط عجیبی است ببینید شما به نفر دشمنی اون طرف میخواد به جای شما رو بگیره اما شما دشمنی اون نیست دشمن شما داعش نیست شما در سوریه هستید برای اینکه رژیم بشار اسد سقوط نکنه کدوم خطر برای بشار اسد خیلی زیاده ارتش آزاد نیروهای اعتلافه اپوزیسیون برای که توشون دکتر برهان قلیون نشسته توشون آدمایی نشستن که این آدما نزد مردم اعتبار دارن سکولارند حکومت دینی برقرار نمیکنن. اینو اینا خطرناکن ارتش آزاد نگاه میکنی افسرا همه تحصیل کرده جز یه وقتی جز ارتش سوریه بودن و اینا آقای هجاب رو نگاه میکنی اینا دونه دونه شون فرق میکنن اینا هیچ ارتباطی با آدم نداره خب به نفع دولت عزمای قطره به نفع آقای رجب طیبه که در سوریه حکومتی باشه از نوع اخوان مسلمینی پس قرب شماری از کشورهای عربی دنبال این است که در سوریه یک حکومت سکولار غیر مذهبی حاکم باشه دولت عزمای قطر و دولت عزمای عثمانی جدید اینا بر این باورن که در اینجا باید یک حکومت اسلامی بیاد متا اسلام کرواتی اسلام اردوگانی رئیس دولت زنش حتما چارقد سرش کنه اونم دنبال اینن مصرشون شکست خورده حالا در سوریه برای تحقق این خواسته دو حالت دو راه وجود داره راه اول اینه که از عراق یه اده به سوریه برن از اسلامیایی که تو عراق دارن می‌جنگن خب. یه عده از اونجا میرن عده کمه عده بیشتری احتیاج دارن چیکار باید بکنن خب دولت سوریه میاد در ها رو باز میکنه هر چی اسلامیه آزاد میکنه اینا که این ریشای اینقدری دارن بلند توی همین گروه داعش اینا همه تو زندان های سوریه بودن آزادشون میکنه دولت رجب طیب دروازه رو باز میکنه چچنیا تاتاریا پاشین بیاین اینی که آدم خارانی که تو چچنستان قبلا امتحان آدم رو دادن دسته دسته میان از ترکیه وارد سوریه میشن نورت سوریه رو نگاه کنید شمالشو هم مرز با ترکیه داعش اول در اونجا مستقر شد در عراق وقتی که در واقع اینا اومدن در شرق سوریه مستقر شدن خیلی قابل توجهه در غرب سوریه ارتش آزاده در جنوب سوریه ارتش آزاده اما در شمال سوریه در شرق سوریه کیا هستن؟ داعشی هستن از اون ابتدا جمهوری اسلامی یک وحشت بزرگ داره فردا اگر در سوریه میشل کیلو رئیس جمهور بشه من چه خاکی به سرم بکنم کمان که اگه در عراق دکتر ایاد علاوی مونده بود من چی کار میکردم؟ علاوی دولت سکولار فدرال درست میکرد با کاک مسعود بارزانی کنار هم میشستن برهم ساله رو میکرد اونجا معاونش عراق یک پارچه میشد سنیا احساس ایمنی میکردن خب من نباید بذارم این اتفاق بیفته باید به هر قیمتی شده جلوی رو بگیرم آقای سلیم جبوری مزاحم منه باید یه جوری کرک رو بکرم دعوتش میکنم به تهران طوری در تهران زهره چشم ازش میگیرم که وقتی برگشت دیگه مخالفت با من نکن سناریوی عراق اینجوری چیده میشه میرم به آقای سیستانی میگن داعش از سامر را عبور کرده داره میاد طرف نجف بیچاره پیرمرد حول میکنن فتوا میده که برید آقا بسیچی مثل خمینی در مورد کردستان که فتوا دادی عده ریختن اونجا و چه جنایاتی که نکردن خب آقای سیستانی فتوا میده در برابر داعش باید داوطلب بشین جهاد کفایی است اهل سنت که بهش پاسخ نمیدن بچه شیعه های بیکار تو کازمین و نجف و کربلا میپرن جلو بعد هم فال هم تماشا هم پول بد میدن کلاشنیکوف میدن اسلحه میدن میتونی سه ماه تبدیل بشی به ابو اسرائیل عکس تو همه چاپ بکنن آقای ابو مهدی مهندس the most wanted man در فهرست تروریستایی که آمریکا دنبالشونه میشه معاون فرمانده هادی الامری فاسد میشه فرمانده هشت و شعبی درست میشه جمهوری ولایت فقیه مطمئنه حالا با داشتن هشت و شبی محال در عراق آقای علاوی روی کار بیاد محال سکولارها ها بتونن قدرت رو قبضه کنن نوبت سوریه است ارتش آزاد در دو قدمی دمشق همه چشم دوختن به واشنگتن اگر آقای اوباما یک ذره اعلام حمایت بکنه همانقدر که ادا در آوردن از اخوان مسلمین در مصر حمایت کردن اگه این بار بیان از اپوزیسیون سکولار سوریه حمایت کنن کار دگرگون میشه پس باید در دل امریکایی ها رو با وحشت ایجاد کرد اینه که یه تیم معمور میشه برید امریکایی ها رو بکشید برید و در سوریه شکارشون کنید در عراق شکارشون کنید این داره دسته تروریست را میفتن و شروع میکنن شکار کردن و همین راحتی ذره ذره پله پله ببینید جمهوری اسلامی زهر حلاهلی است که ذره ذره وارد جان ما شد از روز اول که این نبود میگید نه یه فیلم براتون پخش میکنم هفتش ما بعد از انقلاب ده ما بعد از انقلاب ببینید هنوز in Zahra, die Zahra Halahel, hat nichts gemacht. Wir müssen sie erst mal sehen, dann Teheran, 1980. Ein Jahr nach dem Sieg der Revolution. Die Frauen tragen westliche Kleidung oder den Schador. Jenen weiten Umhang der Haare und Körperformen verstecken soll. Es sieht aus wie früher. Trotzdem hat sich die Lage der Frau grundlegend verändert. Einerseits haben viele Frauen aktiv an der Revolution teilgenommen und Einfluss in Politik und Gesellschaft gewonnen. Andererseits hat die islamische Führung moderne Gesetze außer Kraft gesetzt, die zur Gleichberechtigung der Frau nach westlichem Muster führen sollten. Beides im Zeichen von Tschador und Kopftuch. Die konservativen Schiiten halten am Tschador fest und die Revolutionären legen sich das Kopftuch um. Im Namen des Islam. Doch sie meinen nicht den gleichen Islam. So eine Frauenrechtlerin aus dem linken Lager, die keine Sympathie für das islamische Regime hat. Frauen, die solche Kopftücher tragen, sind überzeugt, dass die islamische Revolution ihnen mehr geben kann, als die modernen Gesetze des Schahs konnten.

انقلاب شده بهار آزادیه چرا نمیری زندگی بکنی برو دانشگاه درس بخون برو عشق رو پیدا کن ازدواج کن زندگی درست کن کلاشنیکوف چیه برای که اون مردک رجوی خوشحال بشه بری شما رو بفروشه رژیم زهر حلاحل رو ذره ذره در جان ما کرد این کار در ایران سوریه هم همین کار کردم وقتی صدام سردگون شد شما در بغداد وقتی میرفتید خیلی زن بی بود الان حتی مسیحی ها می چون هر گوشه این همون بساتی که ما داشتیم یه کمیته منتها اونجا کمیته ها زیر نظر به هر دولت موقت و بعد شورای انقلاب بود در اراق کمیته ها تک تک در اختیار وارلورت هاست لورت های جنگ هر کدوم از این آخوندا و این آدم کشا یه سری میلیشا دارن و اینو دنبالشون مثلا مثلا مجاهدین انواع اقسام و تا نیروهای چپ و نیروهای ملی بسیار کمن شما از شریف علیش خبری ندارید مردی که مدعی تاج و تخت اراق بود به نمایندگی مجلس انتخاب شد آف شد و به زمین رفت اولش که اومده بود با چه امیدی اومده بود عزت شابندر کنارش بود یه دولتمند بزرگ آقای موسوی کنارش بود ولی چی آب شد رفت زمین حتی احمد چلپی رو از صحنه انداختن بیرون همام حمودی آخوند باید میمد کسانی بودند که باید اندیشه ولایت فقیه رو در عراق پیاده میکردن آقای هیدر بادی ایراد میگیره از کاک مسعود که بله شما علیه وحدت عراق تلاش میکنید کدوم وحدت وحدتی مگه وجود داشت سنی به ناله بود شیعه شیع پیاله میزد کرد فریاد میکشید چبک و ایزدی ها مورد تعرض قرار میگرفتند کلدانی و آشوری و ارمنی فریادشون به آسمان بلند بود از ظلم و جور کجا هم بسید کجا یک پارچگی و در سوریه علوی ها مطابق تمام تعابیر تفاصیر تعلیقات از دین اسلام و مذاهب دین اسلام اون مذاهب شناخته شده یعنی در عرصه تشیع اثنا عشری رو داریم اسماعیلی رو داریم و زیدی درست در کنار این مذهب عبازی رو داریم یعنی خوارج همون خوارجی که حضرت علی رو کشتن و امروز مذهب مسلط در سلطانشین عمان که دست در آغوش جمهوری ولایت فقیه اون سو طبیعتا شافعی رو داریم همبلی رو داریم مالکی رو داریم و انسی همبلی ها و شافی ها از همه مهمتره آخر بعضی ها میگن آقا اینا وحابی وهابی وحابی مذهب نیست مذاهب اهل سنت مذاهب عربه است نادر وقتی با عثمانی ها گفتگو میکرد گفت آقا شما چهار رکن در مکه دادید به مذاهب عربه مذهب جعفری هم یکی از مذاهبه بنابراین عثمانی ها موافقت کردن در برابر دست کشیدن نادر از جنگ یک رکن دیگر بیافزند که بشه پنج رکن و این تا امروز هم مونده شیخ از خر شیخ محمود شلتوت هم در پاسخ به الهاهات و نامه های یاد آیت الله محمد تقی قومی پدر همسر این هوشنگ معینزاده عزیزمون نویسنده متفکری که به کائنات پرداخته و این مرحوم قومی که دار و تقریب رو پایه گذاشت در سال 1956 فتوای مجاز بودن مذهب شیعه رو از شیخ اصحر گرفت خیلی مهمه یایتون باشه به هر روی قرار زمین بود که مذهب تشیع هم یکی از مذاهب اونجا شد مذهب وهابی ما نداریم آقای محمد عبدالوهاب یک فقیه سنی هنفی بوده این فقیه سنی وقتی اومده گفته باید به سنت و سلف صالح رجوع کرد به اینا سلفی میگن یعنی اینا بر میگدن به صدر اسلام میگن رفتار ما روابط اجتماعی ما فرهنگ ما باید شبیه به سلف صالح بشه محمد عبدالوهاب بعد اسمش رو رو این نگرش از مذهب از تسنن رو این نگرش گفتن وهابی ولی وهابی مذهب نیست وهابی میگه ماتفات آن کس که مرد پایان گرفت تموم شد شو تا قیامت آید زاری کن کی رفته را به زاری بازاری خیلی ساده فلسفه به همین دلیل شاهشون رو وقتی میمیره تو میبینی یه مت خاک میذارن دو ساعت مراسم برگزار میشه تمام شد تو گویی که بهرام هرگز نبود شما گورستان ریاض که میرید همینجوری چپ و راست شاه و شاهزاده دفنن نه نشانی نه این آرامگاه حضرت آیت الله العظمی که خداوند قبرش رو پر نور کنه قبرش هم پر نور بشه حضرت آیت الله العظمی الامام روح الله المصطفی الخمینی الان الله و مفجر انقلاب اسلامی بنیانگذار انقلاب اسلامی بعد گنبد و بارگاه و طول و تفسیر و دفتر مخصوص و حرم و آفتاب دار و آفتاب جمع کن و قنادی و شیرنی فروشی و هتل و غیره و غیره دفتر ویژه برای متعه آقا تبدیل میشه به یه امام زاده به یه امام در مورد آقای خمینی که خود امام شد آن چرخ خلاصه گفت که بر عرش همی زد پهلو در درگه او شهان نهادن دیرو الان همینجور دیگه هر کی میاد از این بزرگان ایران میره دست گل میزنه دیدم که بر کنگرهش فاخته ای بنشسته و میگفت که کو 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 خواهید دید مطمئن باشین رو خواهید دید البته من معتقدم به عنوان یه بنای تاریخی باید حفظش کرد ولی سرنوشتی جزی نخواهد داشت پس اگر محسن حججی و حججی ها جان زیبا و پربهاشون رو میرن در سوریه میدن نه برای جلوگیری از داعشه برای حفظ کیان اسلام هم نیست برای حفظ حرم از زینب هم نیست که هزار و دویست سال غزات به دمشق حمله کردن از مغلا و تاتارها و وحشیها و غیره و غیره و تا ترکان عثمانی سنی مذهب علویان درزیها کسی دست به حرم نزنه ساحت حرم مقدس دانشته شده شما مطمئن باشید که اگر داعش میمد اونجا در مورد سید زینب حداقل افراد داعشی اهل سوریه جلوشون می ایستادن یا حالتی داره مثل اینکه شما ببینید شاه عبدالعظیم برای ما بچه اهالی تهران یه جایگاه دیگه داره یعنی شاه عبدالعظیم میگه من بیشتر از قوم دوست دارم یه جای خاصی شده برای خودش اینجا هم همین جوره. کسی به حرم از زینب تعرض نمیکنه و نخواهد کرد و این فریبکاران بچه های شما رو می فرستن اونجا کشته بشه اونم با این وضع فجی ببینید اینا تلاش این بود که از محسن حججی یه را مدل درست کنن بگن جوون ببینید این مدل شماست همه شما جوون باید اینجوری باشید جوانا ها گفتن ببخشید چرا آقازاده خودتون اینجوری نمیشه چرا از این آقازاده یکیشون نمیده در دفاع از حرم شربت شهادت رو بنوشه چرا نمیره؟ بره اونجا و دفاع بکنه از کیان اسلام کیان ولایت فقی کسی پاسخگو نیست جنازه رو میارن رهبر نظام میره بوسه میزنه بر تابوت انگشترش رو در میاره به بانوی بیوه بازمانده هججی هدیه میده چه فایده چه فایده مرهم چیه تو کاری بکن که از دلم خون نیاید چی کار کردی برام شوهر نازنینم پدر یگانه بچم رو فرستای تو سوریه کشته بشه اون وقت براتون بگم این حزب الله ناجوان مرد که سال یک میلیارد از ایران پول میگیره و رهبرش میگوید که از این زیر شلواری من تا امامم تا پوشک بچم پولش جمهوری ولد فقیر میده برای باز پس گرفتن افرادش وارد مذاکره شد با داعش در ارسال گفتم بسیار خوب سه نوبت آدم رد و بدل کردن تعدادی احیا یا زنده و تعدادی هم جنازه در مورد حججی یه صحبتی کردن رو حزب الله مبلغ گذافتری خواست مبلغ نه پولی گفت باید این چارت زندانی هم آزاد بشن حزب الله دنبال آزادی و حججی نبود جنازه میخواست منظره وحشتناک میخواست اینه که داعش اون صحنه شرماور جنایتکارانه رو آراستند و محسن رو سر بریدن همکنونم پیکر محسن بی سر دفن شده سر نداره و دفت شده تا رژیم جمهوری اسلامی متریال داشته باشه برای این تبلیغات گسترده ای که همه جا هست آقای سردار جعفری بله ما با داشتن چنین جوانانی مدافعان حرم پیروزی قطعی با ماست سردار دیگر میاد صحبت میکنه فرمانده نیروی زمینی سپاه خاکپور میاد حرف میزنه اماش ما پیروزیم در این نبرد و این نبرد صحنه آشکار پیروزی اسلام بر کفر است چقدر چقدر این شعارها دروغ خالی و برای این است که شما را فریب بدم خدا رحمت کنه محسن حججی رو به خانوادهشم تسویت میگم به همسرش چقدر سخت آدمی بچه کوچیک رو بزرگ کنه یادم هست مادرم چه کشید تا خواهر من بزرگ شد سه سالش بود پدرم رفته بود و دائم میپرسید بابا کجاست وقتی گفتم هم بهش لندن اونا اومدن اینجا من اینجا درس میخوندم از روز اول این بچه بغز کرد تا یه روز این بغز ترکید گفت به من گفته بودی بابا لندنه حالا این بچه هر روز بهانه پدر میگیره به همین بیایم مراسم بگیریم تو میدان فوزیه میدان امام حسین و این بازی رو داستان میدان امام حسین رو براتون گفتم بگم بعد یه ترانه گوش بدیم بریم صدای نازنین عبدالوهاب شه... شهیدی جاودان رو بشنویم طرف از هموطنان داشت از شمال میمد تهران توی میدان از جاده سوادگو میمد بعد اومد و فیروز چیز همون و هاشم و گردن پوری یا جاده عراض رسید به میدان امام حسین چند تا از برادران پاسدار جلوش رو گرفتن گفتن که کجا داری میری؟ این وقت صبح گفتی چی خانم دارم برم دکتر ای e, این خانمته؟ بله خانمم اسمش چیه؟ زینب خاتون عجب عجب اسم پدرش چیه محمد رضا شاه اسم پدرش محمد رضا والا ما نمیدونیم تو شناسنامه‌اش اینجوری گوشتن حالا با دست خود شاهش رو خط زده خوب, خوب خوب ببینم کجا داری میری گفتی قربان دارم میرم دکتر دکتر اسمش چیه دکتر شهابادی عجب عجب با این آیت الله شهابادی نسبتی داره والا نمیدونم قربان خب اگه راست میگی آدرسش کجاست چاره شاه کوچه سیمتری ولیعت نبش ولیعت و شهبانو عجب عجب اسم اینا نمیدونی عوض شده والا ما شهرستان زندگی میکنیم نمیدونیم خیر خانم رو صدا زدن سوالات مشابهی از او پرسن در نه بیغ بیغ تفلک اصلا اسم خیابونا رو نمیدونه بعد اوور دوتاشون رو ایستاند و گفت شما شر نمی کنی. خیابان شاه تموم شد اون دوران خیابان جمهوری شد الان خیابان امام خمینی شد الان اینا رو چرا حواستون نیست اسم خانم چیه یه خود فکر کرد ولی چه ارز کنم اسم مادر خانم چی؟ والا این رو که دیگه واقعا چه عرض کنم؟ چرا چه عرض کنی؟ یه خانمش نگاه کنه گفت امام حسین گفت امام حسین من دست تو تیبه پوست تو میکنم پنجا ضرب شلا گفت آقا چه گناهی دارم شما میگید اسما عوض شده اسم خانم بوده فوزیه مادر خانم اینجا میدون فوزیه میگید امام حسین شده خورنم شده امام حسین همش تظاهر همش فریب بریم حقیقت رو گوش بدیم، عبدالوهاب شهیدی. اون گاو هه جرمی تو، اون گاو هه جرمی تو، جا

درود دوباره بعد از انقلاب چقدر شهید رو اذیت کرد چقدر اذیتش کرد واقعا تلخه آدم به یادش میاد یه هنرمند ارزشمندی چون او محروم از خواندن و با اون همه اتهامات واهی و نادرست به این مرد شریف به این عارف نازنین چه بگویم از اینها باری یه نگاه سریع به اخبار بکنم به رویدات های سیاسی و بعد بیام چند موضوع دیگر رو براتون بگم به هر حال روزهایی است که بخشی از شما به عزاداری مشغولید و آسوا و و غیره آخوندم که نداریم خوندمون از این نوعی هم که داریم میبینیم دروغ زن خطیب نداریم کجاست آقای راشد دکتر بهبانی حتی فلسفی به قول جمشید چالنگی اینا یه نوه خان نتونستن تربیت کنن یه زبیهی نتونستن بیارن که الان هر سال موقعی ما رمزون سر این که ربنا آقای استاد شدریان پخش بشه یا نشه یا از این حرفا در عراق متاسفانه نحوه برخورد دولت تحریکات رجب طیب اردوگان و جمهوری ولایت فقیه متاسفانه اینا در مجموع فضا رو بسیار ملتهب کرده اینا از خودشون سوال نمی کنن. خب پرواز به کردستان ممنوع پرواز ممنوع صدور نفت ممنوع جاده زمینی بسته چیکار میخواید بکنید قومی رو میخواید به آتیش بکشید آسی کنید اگه پیشمرگه ها را بیفتن شما فکر کنید از اختشون بر میای داعش از اختشون بر دو هزار تا پا داعشی پونزه هزار ارتش عراق رو به تسلیم واداشتن دو هزار نفر رو گردن زدن ولی پیشمرگه ها جورشون ایستادن کرکوک رو نجات دادن و بسیاری از اون عراضی دیگر رو در بازگوش باز پس گرفتن موسل نقش اساسی داشتن همینطور داعش رو در دیاله پس زدن نذاشتن جلو بره نذاشتن به خانقه و جلولا برسه مخواهی به جنگی فکر میکنید از عهده پیشمرگه بر میاد که دیگه جان و جهانش رو دارید میگیرید ازش به جای این پیام آشتی بفرستید مگه کرد از قولش برمیگرده منتظر آقای بارزانی ببخشید من کار اشتباهی کردم اون وقت مردمش بهش پوستشو میکنن مگه همجوری ساده است توته پشت توته جمهوری اسلامی موشک مستقر کرده کجا رو میخوای بزنی اربیل رو سلیمانیه رو ببینید این رژیم جاهل نادان در عرض 48 ساعت فضا رو چیکار میکنه مردم به جان که برن دوبی برن آذربایجان میرفتن کردستان حالا فضا رو چیکار کردن اون نادان اردوگان که کشور خودش نابود کرده فکر میکنه میتونه کردستان رو به زانو در بیاره نه نمیتونی تو خیلی کوچکتر از این هستی جمال گورسل نتونست کران اروین نتونست جنرال های بزرگ نتونستن تو میتونی خیلی کوچکتری از اون که بتونی و من اعتقاد دارم در این ماجرا کرتا برندن دوستی دیروز به من زنگ زد گفت که من میخوام در تلویزیون اندیشه حرفایی که تو زدی علیه حرفایی تو موزه بگیرم گفتم اشکال نداره شما بگیرید بعدشون شروع کرد از قاضی محمد گفت که در لباس جنرال روسیه نمیدونم از اون سالها گفت پرچم کردستان گفت گفتم برادرم پسر من شما اگر میخواید با یک قوم رنج دیده گفتگو بکنی از اول شروع میکنی موضع منفی گرفتن و بله ما رفتیم در اتریش تظاهرات کردیم دو نفر از حزب دموکرات به پرچم ایران توهین کردن اگر کاک مصطفی جرین رو بدون اون دو نفر رو توبیخ میکنه هرگز به پرچم ایران توهین نمیکنن من کنفرانس داشتم در لندن پرچم شیر و خورشید نشان برافراشته بود دوستان و برادران کردم اومدن مثل بلوچا مثل عربها، مثل آذری مثل ترکمنها، آمدن نشستم مثل لورها بختیاریها، ها و در کنفرانس شرکت کردم هیچ همچه کارهایی رم نکرد بستگی داره ما چجوری رفتار کنیم بله آقا ما میگیم اینا جمهوری مهابات درست کردن شرایط رو ببین اوزا رو ببین چرا چنین اتفاقی میفته و بعد تو چرا دیگه بانگ تجزیه طلبی از کردستان نمیشنوی رهبر تاریخیش میگه دموکراسی برای ایران خود مختاری برای کردستان آیا ما مخالفیم با اینکه یک کرد مساوی با یک تهرانی و یک شیرازیه اگر مخالف نیستیم و اعتقاد داریم همه ما شهروندان این گربه نشسته به دیوار آسیا هستیم و مالک مشاع این سرزمین بنابراین مانعی وجود نداره یک کرد سنی یک گیلانی بهایی یک خراسانی مسیحی یک اسفحانی یهودی یک بندر عباسی بیدین به ریاست جمهوری برسه ما هیچ مخالفت نداریم ما هیچ ایرادی نداریم یک بانوی ایرانی بالاترین مقام اجرایی کشور باشه اصلا مشکلی نداریم شما مشاهده کردید آنچه در عربستان رخ داد بذار اینو من براتون توضیح بدم تا بدونید یعنی چی اتفاقا مسعود استولایی دیدم تو برنامهش به خوبی این رو بیان کرد بهشم زنگ گفتم بسیار برنامه قشنگ بود کد در چارچوب همه چیش مناسب و نظم ببینید عربستان سعودی کشوری است که قانون اساسیش قرآن درست مثل ما قانون اساسی مدون اینجوری نداره که بنودیش اسلامی بنودیش مدنی نه قانون اساسیش قرآن درست خاصگاه اسلام حرمین شریفین حرم نبوی و خانه کعبه هر دو در این سرزمین حالا پادشاهی میاد به نام فیصل بن عبدالعزیز برادر سعود پادشاهه قضایی کن داره پیش میره برای اولین بار اون زمان ولیت نخست وزیرم هست در قیاب برادر قدرت رو فیصل به دست میگیره از همون روز اول برنامه اصلاحات گسترده داره کشور رو میخواد دگرگون کنه مدارس دخترانه درست میکنه داد آخونده بالا میره شما نمیدونید بعضی از این آخونده شون چجوری هزار بار بدتر از آخونده ما میگن زمین صافه حالا شعبان خودتو بکش سه تا دانشمند از پاکستان رو بردن از علمای اسلام سه بار سوگند جلاله خوردن تلاه 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 کردن که آقا زمین گرده قبول کرد باز موقع مردن توبه کرد پیش خدا که چرا گفته زمین گرده با یک همچه علمایی اغلبم کور یعنی دنیا رو ندیدن زیبایی دنیا پیششون معنا ندونه چون ساده ترین کار در اونجا در بخشایی که آفتاب وحشتناکی از کور میشن آدما از سن پایین راحت ترین کار برای اینکه نونی داشته باشه پدرش میگه قرآن رو حفظ کن قرآن رو که حفظ میکنن جزء حفظه قرآن میشن بعدم یه دونه قالب هر... ابو هریره و قلب فلان یاد میگیرن و میشن آخوند دولت هم بی مقرری بهشون میده به هر حال نونشون رو در میاره در چنین فضای فیصل اومد منصر دخترانه درست کرد تلویزیون درست کرد در عربستان سینما درست کرد با همسرش ملکه افت به فرودگاه رفت استقبال جورج پومپیدو رئیس جمهوری فرانسه و همسرش باز او که رفت عبدالله اومد تو ده سال انقلابی را انداخت دانشگاه مختلف درست کرد ولی همه این کارا رو که میکرد تا میرسید به مسئله رانندگی زنان علما یا الله میکشیدن که نه ناموس ما نباید بشه پشت ماشین عبدالله میگفت آقا تو ناموس تو دستی راننده بنگالی و پاکستانی و اندونزی و فیلیپینی میدی اما خودش نباید رانندگی بکنه سه چهار با تست کردن اختبار بالونش رو هوا کردن نشون. عبدالله رفت سلمان اومد و فرزندش محمد بن سلمان تست چجوری کردن؟ روز ملی عربستان روز سال روز یک پارچه شدن شپ جزیره توسط عبدالعزیز آل سعود بنیانگذار پادشاهی سعودی زنا به استادیوم راه پیدا کردن اومدن سرودخانان موزیک خونده میشد بلند شدن دوربینا سل... سلفی عکس بگیرن و دوربینا دستشون رو تصاویر رو ثبت و ضبط بکنن و دو هفته، ده روز بعد یا هشت روز بعد پادشاه اعلام میکنه زنا حق رانندگی داره یک کمیته رو معمور میکنه که آینامه بنویسه کاراشو درست کنه های آموزش رانندگی غیره و غیره یعنی جامعه. برای ما خنده چون زنمون همیشه رانندگی میکردن ولی در اون جامعه خیلی حرفه اون وقت ما پس پسکی داریم میریم زن ایرانی که در دهه شست میلادی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به دست آورد در کرار پیشرفتن کشورهای جهان براش مسئله رانندگی مسئله نیست اما براش مسئله است وقتی مردم اسفان به نمایندگی انتخابش میکنن یه آخوند جلومبر میاد جلوشو میگیره و میگه تو نمیتونی نماینده مجلس باشی اینه که آدم افسوس میخوره که کشورش داره عقب عقب میره شما نگاه کنید این علم الهدا رو همتون میشناسید مجسمه فساد بلاحت و جنایت نگاه کنید حرف زدن رو ببینید بی سواد نادان فیسبوک اونه که تو داری فیسبوکه گوش بدیم به حرفاش در که باشگاه خبرنگاران جوان گزارش دادن وزیر ارتباطات و مخابرات ادعا کرده که دولت باید فیلترینگ رو از بین ببرد و فیسبوک رو از فیلتر خارج کند بعدم گفته پونزده درصد فیسبوک برای کشور ما مصرف نداره هشتاد و پنج درصدش قابل استفاده و قابل مدیریته یه حرف وزیر ارتباطات زده معنای شکستن فیلتر فیسبوک میدونی معنا چیست؟ یعنی معناش این است که ما دروازه فرهنگ و به روی دشمنان پیغمبر باز کنیم و بعد چه ربطی به دشمنان پیغمبر داره مگه در فیسبوک ترویج ضد پیغمبر میکنن نادان برو تو فیسبوک ببین روزه امام حسین برات بهتر میخونه. همه چی هست متاع کفر دین بی مشتری نیست گروهی این گروهی آن پسند اتفاقا فیسبوک حد و مرز داره الفیه شلفیه نیست که تو بلدی و لابدن میخونی و میبینی فیسبوک ان اینا نیست یاد بدین به اینا به جنتی یاد بدید مسائل علمی رو میخواد بگی تمرین بکنه یک مش بی سواد که زرب زیدون امرن میکردن و اندازه آب در آفتابه چقدر باشه چجوری تهارت بگیرید اصول مملکت رو دادن دستشون معلوم نتیجه کار همین خواهد شد آخوند که مملکت دار نیست به فیسبوک میگه فیسبوک نگاهش هم به فیسه بسیار متاسفم بسیار متاسفم که چه بگم روز جمعه آدم دلش میخواد چهار تا حرفی بزنه که یه خوردم امیدوارتون بکنه ولی خب هست آدم وقتی میبینه که یه جوون خارجی 22 تا زبون یاد میگیره بعد میگه از میون این زبونه اون زبونه که دوست داری چیه میگه فارسی یه معلم داشتم در انجمن ایران امریکا کلاس 15 سالم بود انجمن ایران آمریکا اون وقت تو خیابان نادری بود الان نرفته بود به خیابان بخارستون بغل بخارست چی بود وزرا در نادری بود با معلم گاهی مدیم پایین قدم میزدیم میمدیم میرفیم بستنی میخوردیم آدم نازنی بود جان اسمش بود بعد زبان عربی میدونست زبان فارسی میدونه زبان ترکی میدونست یه روز داشتیم همجوری که میمدیم گفتم جان واقعا من تعجب میکنم تو این همه زبان میدونی او ببین زبان عربی زبان ملائکه زبان فارسی زبان شعراست حالا این فرزند رو این پسرم نگاه بکنیم پایان بخش برنامه من جمعه این باشه I don't think so. I find that most of the time it really takes a, a fair amount of work and motivation, but after breaking through a certain brick wall, it does get progressively easier, even if it doesn't seem it. Gosh, but 23, I'm, I would be struggling to learn one. Have you got a favorite that you speak, and can you give us a demonstration? <laughs> Uh, absolutely. Uh, well, about two years ago, I started studying Persian, also known as Farsi, which is the main language in Iran. And uh, at this point, I've started to read uh, poetry in that language, and I would say it's it's uh, probably one of my favorites. Okay. But every language has its own uh, unique aspects. Oh. Can, can, uh, can you do a bit yeah. of poetry in Farsi for us? Read me some Persian poetry. <laughs> okay, uh, perfect. There's a, there's an Iranian poet named Hafez uh, who's from the 13th century. آی دو نو خلوت نشین دوش به میخانه شد از سر پیمان گذشت بر سر پیمانه شد بله خیلی زیبا بود شماره جدید رهاوردم در اومده توصیه میکنم کار زیبای این بانوی نازنین و واقعا من به این بانو ارادت دارم که همسرش وقتی رفت شعله شمس شهباز گفت کار رو زمین نمیگذارم شماره جدید که اومده پر از مطالب خاندانی است آدمهایی که دوستشون دارید احمد احرار رو دارید دکتر نیره توحیدی نوشابه امیری کازم علمداری و خود شعله شمس دکتر مسعود اسکری مطالبی که تیمسار انصاری راجع به راهن نوشته مطالب عبدالرضا انصاری درباره جشن 2500 ساله کتاب فوق کتاب ولی مثل کتاب دیگه خودش فصلنامه است ولی کتابه فراموش نکنید رهاورد شماره 120 فصلنامه آزاداندیشان ایران حتما شما تهیه کنید و مطالعه کنید آرزو میکنم روزی رهاورد در وطن منتشر بشه این آرزو رو برای کهان لندن دارم برای نیمروز داشتم که اسفانی عزیزمون رفت برای پست ایران داشتم که احمد شکرنیاب زنده باد برای روزگار نو داشتم که پوروالی رفت و یه مدت ما روزگار نو رو در آوردیم. و برای همه نشریات ای که در این مدت متوقف شد ایران سربلند، ایرانی سرفراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود علی نوریزاده تا دوشنبه همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم